بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله خالقنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أي نبد السورة نحل جزء چهاردهم قرآن مجید به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله عزوجلال در این آیه همانطور که بارها شنیده اید به مناسبت های مختلف اصول دین، اصول شریعت و به گفته حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه: اجمعوا آیت فی القرآن، ان الله یأمر بالعدل والإحسان. جامع ترین آیه که همه مسائل را در بر گرفته امین آیه را حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میدانند و میفرمایند که اگر از قرآن مجید امین یک آیه نازل میشد، انسانها را کفایت میکرد. لکفت الناس. این آیه دو بخش هست. بخش اولش سه تا امر هستند که خداوند به عدل و احسان و به همکاری و همدردی با کسانی که با ما نسبت دارند دستور فرموده، و حصه دومش سه تا نهی هستند که وینها خدا نهی کرده از فحشا، از کارهایی که برخلاف عفتند، و همچنین منکر، اون چیزی که شریعت انجام اون را اجازه نداده اون منکر هست، و همچنین بغی، تجاوز به حقوق دیگران. این هم جزء مسائل هست که خدا نهی کرده. و در خاتمه می فرمایند که یعظکم، خداوند شما را با امین جملات نصیحت میکنند، واز میکنند، لعلکم تذکرون، تا که شما پند بگیرید. و آیه قبل از این بسیار جمله زیبای هست که خداوند درباره قرآن میفرمایند که تبیان لکل شیء. پس بیان تبیان امین هست که در یک آیه خداوند کل دین را جمع بکند. تبیان لکل شیء امین هست که خداوند در جمله های کوتاهی اون چیزی که انسان و بشر به اون نیاز دارد بیانش بفرمایند. امروز همه انسان ها در دنیا ادعا دارند برای احیا
زنده کردن حقوق بشر. اما امونایی که ادعا دارن، ما میبینیم که از حقوق بشر، از حقوق انسانیت، از حقوق حتی موجودات در وجود اونا چیز دیده نمی شود. و الله عزوجلال در یک آیه جامع خداوند همه حقوق را بیان می فرمند که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. عدل یک لفظ جامع هست که علما می گویند امون انصافی که ما می گوییم عدل امون انصاف هست. و انصاف این است که ار حق به حقدار داده بشود، ارزی حق به حقش برسد، این معنای انصاف هست. و حقوق زیاد هستند. اول حق الله عزوجلال هست که خداوند منعم مطلق هست، همه نعمت ها از طرف الله هستند. اولین عدل امین است که ما شاکر الله باشیم، قدردان الله باشیم، خداوند را به تنهایی عبادت بکنیم و هیچ کسی را با اون شریک نکنیم. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. این شکر الله سبحان است که ما با توحید شکر الله عزوجلال را ادا بکنیم و اعراض اما سوا داشته باشیم که دیگه کسی را در هیچ صفتی با الله شریک نکنیم، نه در علم، نه در قدرت، نه در نصرت، نه در عبادت و نه در استمداد و غیره، هیچ کسی را با الله شریک قرار ندهیم. پس اولین چیزی که بر ما لازم است کلمه طیبه لا اله الا الله وحده لا شریک له. این سبب اولین چیزی که بر ما لازم است امون اقرار به توحید است. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرمایند که توحید عدل مطلق هست و شرک ظلم مطلق است. حضرت لقمان به فرزندش می فرمایند که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. و همچنین جز عدل است که عملی که ما انجام می دهیم خالصاً مخلصاً برای خدا باشد و هیچ کسی را نه در پنهانی و نه در علانیه با خداوند شریک نکنیم. به این سبب علما ریا را شرک اصغر گفتند. ریاکاری هم شرک هست اما شرک کوچکی هست. و همچنین جز عدل است که تسویه در حقوق در میان انسان‌ها باشد. حقوق انسان‌ها باید علی سویه رعایت بشود. در حکومت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چه مسلمان چه غیر مسلمان که زیر پرچم اسلام زندگی می‌کردند از حقوق مساوی برخوردار بودند و بر حق کسی ظلم نمی شد و حق کسی ضایع نمی شد که وقایع زیادی را علما بیان کردند که انشاءالله در همین جلسه هم اگر وقتی بود برای شما بیان بکنم. و عدل همچنین عدل آن است که انسان حق را به اون کسی که لیاقت حق را دارد بسپارد، چنانچه که در آیه 58 سوره نساء ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها. خدا شما را امر میکند که امانت را به اهلش بسپارید
اون کسی که اهل اون امانت هست، هر لیاقتی که دارد اون را به اهلش بدهید. اگر امانت به اهلش داده نمی شود، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، پیغمبر می فرمایند اگر کار به کاردان سپرده نشود، یک کاری را که به شخص ما بدهیم که لیاقت اون کار را ندارد، این خودش قیامته، برپا کردن قیامته. کسی که ظرفیت اون مسئله را ندارد، مسئله بزرگ را به اون ما بسپاریم، گویا که خود ما بر خود قیامت را برپا کردیم. یک کسی را که ظرفیت اون موضوع را ندارد، ما اون را اون طوری بالا میبریم، اون ظرفیتش را ندارد، اصلا نمیتواند که اون بار امانت را بکشد و به منزل برساند. و خیلی جالب هست که ما میبینیم که وقتی که یک ماشینی ظرفیتی دارد، بیشتر از اون ظرفیت ما اون را بار بزنیم، میبینیم که وقتی میگویند بر سر باسکول ببر اون را، وقتی که میبرد میگن بارش را کم بکنید باید. اگرچه اون آهنی این مسائل را نمیدن، اما من ماشینم از خود ظرفیتی دارد. از ظرفیتش بیشتر بشود، لاستیکایش نابود میشن، پنچر میشوند و در وسط را همه چیز داغون میشود. از خداوند میفرمایند که ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که فیصله ای را در میان مردم داشتید، ان تحکموا بالعدل، به عدالت فیصله بکنید. نعیم ما یعیدکم بی، خداوند بسیار شما را به این مسئله نصیحت میکنند، نصیحت بسیار خوبی است. ان الله کان سمیعا بصیرا، خدا سمیع و بصیر هست. و همچنین خداوند می‌فرماید از عدل این است که شما اگر حتی با قومی دشمنی داشتید، کینه داشتید، اون کینه و عداوتش سبب نشود که شما از عدل عدول بکنید، از عدل تخطی بکنید، از عدل به طرف ظلم و جور بروید. ولا یجرمنکم شنآن قوم، بغض و عداوت قوم شما را برانگیخته نکند. الا تعدلوا ان که عدل نکنید، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل بکنید که عدل به تقوا نزدیکه، عدل به پرهیزگاری نزدیکه. واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، از خداوند بترسید، خدا از اعمال شما خبر دارد. به هر شکلی که شما عمل بکنید، اگر دیگران از اسرار شما خبر داشته نباشد، الله عزوجلال خبر دارد و یک روز اون ظلم و جور و چهره واقعی شما برای مردم آشکار می شود. آنچه او پنهان بود پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. و همچنین از عدل است اعتدال که انسان میان رو باشد، نه افراط نه تفرید. افراط و تفرید از نظر شریعت ممنوع است. و قرآن امت رسول الله را می فرماید که و کذلک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسطی معتدل هستید، در کمال اعتدال هستید، نه افراط و نه تفرید، نه زیاده روی در تمهید و تخریب کسی، نه اون زیاده روی در اون کوتاهی که دارد. پس اصل که من توسط باشد، اعتدال که امون بین عدل هست، که بیان عدل هست، اعتدال اون مسائل چه در مسائل دنیوی باشند چه اخروی باشند. آدم خدای متعال حتی در اسراف، در مصرف هم گفته شما اعتدال داشته باشید. و
خداوند که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، لباسهای خود را بپوشید وقتی به مسجد می روید، به نماز می روید، نماز می خواهید بخوانید. ما بدن لخت عبادت جایز نیست. بعض می فرمایند که وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتی در خورد و نوش هم اسراف نداشته باشید. ان الله لا انه لا يحب المسرفين، در سوره اعراف است این آیه. حتی در انفاق انسان در راه خدا یک مال را هزینه می کند، خرج می کند، باید اعتدال داشته باشد و اعتدال در اون باشد. اگر خدا نعمت به انسان داده، اون نعمت را انسان قدردانی بکند. قارون نعمت زیاد داشت، اما فقط برای همون دنیا اونا را در نظر گرفته بود، زینت دنیا را می خواد. و به اون گفتند احسن کما احسن الله الی، وابتغ فی ما آتاک الله، اون چیز خدا به شما داده طلب کن. الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب شما این است که آخرت را فراموش نکنید. اگر کسی دنیا داشت و آخرت را فراموش کرده بود، اون نصیب خود را از دنیا فراموش کرده. احسن کما احسن الله الیک، سعدی جمله دارن که حضرت موسی نصیحت میکرد قارون را که احسن کما احسن الله الیک، بگه نشنید، تو عاقبت را شنیدی که چه شد. و خسفنا بهی و بداری الارض، اون با همه کاخش داخل زمین فرو رفت. رسول الله می فرمائن که هنوز یتجلجل فی الارض، داخل زمین می رود تا به قهر جهنم می افتد. و در هر میدانی خداوند اعتدال را میان روی را از ما خواسته است. و بحثی که من امروز داشتم این مقدمه بود که برای شما عرض کردم. و بحث اینجا هست که در هفته گذشته بحث من روی خلافت حضرت عمر فاروق بود که دلایل زیادی را من در اونجا نسبت به خلافت، ثبوت خلافت حضرت عمر گفتم. ام آیه 55 سوره نور را برای شما گفتم و چندین خطبه از خطبه های ناهج البلاغه را که در اونجا اون حقانیت خلافت حضرت عمر در کلام علی ثابت شده و ثبوت بله درست دارد. حضرت ابن مسعود درباره حضرت عمر جمله دارند که اسلامه کان اسلامه فتحا، اسلام حضرت عمر فتح مبین برای مسلمانان بود، هجرتش نصرت دین بود و امارت و خلافتش رحمت برای امت بود. تکبیر بله، بحثی که ما داریم آیا خلافت امامت انتصاب هست یا انتخاب؟ آیات قرآن انتخاب را ذکر می کنند. وعده درست از طرف الله هست، اما انتخاب امام به دست مردم هست. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا که رحلت فرمودن، صحابه گفتن چیکار بکنیم مسئله جانشینی پیغمبر را؟ گفتن 5-6 روز رسول الله حیات داشت و ابو بکر صدیق برای ما نماز میخواند. مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق را امر بکنید که برای مردم نماز بخواند. اون کسی را که پیغمبر برای بهترین عمل ما که نماز هست برای امامت اون برگزید و انتخابش کرد و اون را گفت که ابو بکر را امر بکنید. امروز ما امون شخص را برای خلافت و جانشینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب میکنید. این انتخاب ابو بکر بود، انتخاب حضرت عمرم بعد از اون فرمود که
با مهاجرین و انصار مشوره بکنید، بروید. مد نظر من بهترین کسی که من اون را لائق این منصب میدانم حضرت عمر فاروق، اما بازم مشوره بکنید. نامه نوشتند و رفتند مهاجرین و انصار اون را قبول کردند. البته یک چیزی میگفتم ما نگرانی داریم که حضرت عمر طبیعتش یک مقدار تنده و خلافت یک امر عمومی هست، با هر کسی باید این خلیفه از سر و کله بزند به اصطلاح و مراوده داشته باشد. اما دوباره فکر کردند که حضرت عمر دو صفت والا دارد، یکی شجاعت، دوم عدالت. تکبیر و شجاعتش به اون اجازه نمی دهد که تبانی بکند، سستی از خود نشان بدهد، و عدالتش به اون اجازه نمی دهد که ظلم و جور را روا داشته باشد. از این دو صفت والا در وجود حضرت عمر فاروق بودند. از الله عزوجلال همون طوری که فرمود ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، این جملات را با اون آیه 58 سوره نساء اگر ما قاطی بکنیم، از خداوند دستور داد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واقعا حضرت عمر اهل این امامت را داشت، اهل این خلافت را داشت و اهلش بود. و در هفته گذشته من روی مطلق ثبوت خلافت حضرت عمر صحبت کردم، و امروز من میخوام سیاست و حکومتداری حضرت عمر را برای شما بیان بکنم. قبل از این بعضی که این صفاتی که درباره حضرت عمر است که همه کتاب ها مملو هستند، هر جا که صحبت از عدل عدالت نام حضرت عمر در اونجا می درخت. بعضی میخوان که ما را از موضوع من خارج بکنند، میگویند که شما که از خلافت عمر صحبت میکنید چرا درباره نسبش صحبت نمیکنید؟ مگر نسبش چه اشکالی دارد؟ قریشیه در جد هفتم با پیغمبر نسبش یکی میشود. تکبیر عمل پیغمبر، عمل آل بیت پیغمبر، حضرت علی و غیره، اینا نشان میدهند که حضرت عمر از نظر نسب و از نظر پاکی هیچ اشکالی در وجودش نبوده. آیا رسول الله دختر کسی را که نسبش بد باشد به عنوان امسر انتخاب میکنند؟ در حالی که در تفسیر نمونه نوشته در ضمن امین آیه که در سوره بقره هست و ازواج مطهره، در باره آل بهشت است که زنان بهشتی زنان پاکی هستند. در ضمن امین آیه در تفسیر نمونه نوشته که و ایاکم و خضراء الدمن، دوری بکنید از گلی که داخل لجنزار هست، اون گل را نچینید، اونجا نروید که آلوده می شوید. تای پیغمبر منظور چیست؟ گفت زنی که در خانواده بدی هست با اون ازدواج نکنید. متوجه هستید؟ زنی که در خانواده بدی هست با اون ازدواج نکنید. پس خضرای دمین را خود رسول الله می چیند. دختر کسی را حضرت رسول الله به امسری انتخاب می کند که خداوند
در قرآن پاک به اون لقب ام المؤمنین میده. تکبیر سوره احزاب را بخوانید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. اگر پیغمبر را به عنوان پدر معنوی و پدر روحانی خود میشناسیم، امثالانش را باید به عنوان مادر بشناسیم. تکبیر و همچنین ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم بنت علی و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهما. در حالی که قرآن می فرمایند در سوره نور که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، این آیه را در سوره نور نگاه میکنیم که خداوند میفرمایند که آیه 26 سوره نور هست، اونجایی که به حضرت عایشه صدیقه تومت گفتن قرآن با شد و مد خاص ان الذين جاءوا بالافك عصمة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. و در پایان اون آیه آیات میفرمایند که آخرین آیه 26 که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین. اگر پیغمبر اطیب الطیبین، امثالانش اطیب الطیبات هستند. تکبیر و اگر حضرت علی و آل بیتش اطیب الطیبین هستند، دامادش هم اطیب الطیبینه. تکبیر در حال خودان ولاتن تنکه ولا تنکه المشرکات حتی یؤمننا. در سوره بقره آیه 221 مشرکین را نه زنش را نکاح بکنید نه مردش را. و در سوره ممتنه هست که ولا تمسکو بعصم الکوافر، آیه 2 سوره ممتنه. حضرت عمر دو تا همسر خود را مسلمان نشدن ویل کرد، در همین ضمن همین آیه نوشتند. و خداوند وقتی که حضرت عمر به آیه قرآن عمل کرد، زن پاک مانند ام کلثوم بنت علی و زهرا نصیبش میگردان. تکبیر کند ام جنس با ام جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. کتاب هایی که درباره نسب آل بیت و اصحاب نوشته شدند خیلی زیادند، اون کتاب های انساب را نگاه بکنید که المصاهره والانساب بین آل بیت و اصحاب، ده ها کتاب نوشته شدند. اما کسانی که مطالعه ندارند، فقط یک چیزای خشکی و تعصب باطل را شنیدن، فوراً میچسبند که شما از نسب حضرت عمر چرا صحبت نمی کنید. بله، ما نسبش را از روی قرآن ثابت کردیم، حاکیش را ثابت کردیم، حاکی نسبش را و خودش را ثابت کردیم، چرا که جنس با هم جنس پرواز کرد، با علی و دخترش حضرت عمر پرواز کرد. کند ام جنس با ام جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. حضرت عمر فاروق حکومتی که داشتن همهش عدالت بود، همهش عدالت. برنامه هایی که داشتن عدالت در حکومت حضرت عمر بود. وظایف فرمان روایان خود را مشخص می کرد وقتی که اونا را می فرستاد به منطقه، و اگر از اونا سه
اشتباه میشد، بازخواست میشدند و در وقت مظالم رعیت و خیانتی اگر در بیت المال واقع میشد، حضرت عمر اونا را محاکمه میکرد. دو تا واقعه را برای شما بگویم که معروف و مشهور هستند. خب مصر در زمان حضرت عمر فاروق فتح شد. عمر عاص فاتح مصر بود و در اونجا حاکم مصر شد از طرف حضرت عمر. یا خب مردم آزاد بودند. یک روز فرزند عمر عاص، فرزند عمر عاص می رود با یک قفتی که از اهل مصر بود و مسلمان نبود، اما در ذمه مسلمانان بود، در حفاظت مسلمانان بود. میدان مسابقه را برقرار می کنند. وقتی که به آخر میدان می رسند، اسب اون فرزند قفتی از اسب فرزند عمر عاص جلو می زند. وقتی که می ایستند، اون یک شلاق به اون غیر مسلمان می زند، میگه اسب تو از اسب من جلو زده و تو برنده میدان شدی. برای یک شلاق مصر کجا و مدینه کجا؟ اون میاد شکایت میکند که فرزند من را فرزند عمر عاص شلاق زده. حضرت عمر عمر عاص را با فرزندش طلب میکند در مدینه، محاکمه ایش میکند که این در رابر انقلاب در ابتدایی که امام جمعه شد در نماز جمعه تهران هم این را بیان کرد، گفت این است عدالت اسلامی، همین واقعه را بیان کرد. وقتی که اینجا میخواد سوال میکند که شما این شلاق زده اید یا نه، میگه اسمش از اسم من جلو زده، اون شلاق زده. میگه میبخشی یا انتقام خود را میگیری؟ میگه نه میگیرم. میگه بگیر شلاق همون طوره، همون اندازه که شما را زده اینا بزن. یکی فرزندش را که میزند، میگه یکی به عمر عاص هم بزن، یک شلاقی به اونم بزن. میگه اون چرا؟ برای اینکه این از قدرت اون سو استفاده کرده. و جمله ای که باید در تاریخ با آب طلا اون را بنویسیم، و اینا همه حکام جهان اسلام این روز این را با آب طلا بنویسن، جلو چشم خود تبلوش کنن. مصنع استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کی مردم را برده خود قرار میداده اید که اونها را شلاق میزنید در حالی که از مادرانشان آزاد به دنیا آمد؟ تکبیر! امروز کدام حاکم است که یک مامورش یک را بیگناه شلاق بزند، اون بیاد اون را محاکمهش بکند و بگه چون از قدرتش سوء استفاده کرده باید به اطرافیانش هم انسان بیاد و درس بدهد؟ میگه از کی؟ از اونا بازخواست میکرد. حضرت عمر وقتی که مامورین خود را میفرستاد به جای، ولی چیز جالبی بود، به اونا یک نامه می نویست، تعهد نامه از اونا امضا می گرفت، اونا به دستش می داد، گفت همیشه مد نظرت باشه، یک، بر اسب ترکی سوار نشوی، اسب شما از اسب دیگران برتر نباشه. چون اون زمان اسب ترکی یا همون اسب نژاد ترکمن که امروز ما می گوییم بیترین اسب است، گفت برنچنین اسبهای سوار نشوید. یک، دو، لباس نازک نپوشید. لباس شما باید معمولی باشد. لباس های فاخر و نازک نپوشید. سه، نان شما به طور
مخصوص پخته نشود که این حلک مخصوص داشته بایتون، غربال مخصوص داشته باشید، آردار اونطوری غربال بکنید، نان شما نان معمولی باشد. سه چار برای خود دربان و نگاهبان نگذاری که جلوی مردم را بگیرن. دربان و نگاهبان نگذارید که مردم بیاند و اونا دربان دارد، چون پیغمبر خودش دربان ندارد. و این چار و پنج، در خانه خود را بر ارباب رجوع نبندید. در خانه شما روی مردم باز باشد. این پنج، شش، در جنازه و عیاده بیماران مانند سایر مردم شما شرکت داشته باشید. و در کتاب های فقه هست که شما دعوت خصوصی هم قبول نکنید. دعوت خصوصی شما را نمودن، دعوت های خصوصی را نفذیرید. هدیه های مردم را قبول نکنید، مگر کسی که قبلا عادت داشتن قبل از این منصب برای شما چیزی می آورده یا شما را دعوت می کرده، اون مسئلهش جدا هست. و خیلی جالب هست که اگر کسی برخلاف این منشور حضرت عمر عمل می کرد، اونا به دربار حاضر می کرد. یک بازرس کل داشت حضرت عمر که هر جا می رفت کسی خبرم نمی شد. محمد ابن مسلمه و برو اون کارمندی که در اونجا از طرف من مامور شده، از امون ادارهی که دارد، به امون حالی که دارد اون را گرفته و بیارید، نگذارید که اون لباس عوض بکند، به دیگه جامون طورید برو بگیر و بیار من ببینم، نانی هم که سر داخل سفره ایش هست نانشان بیار. یک شخص به نام، اونم در مصر والی بود، به نام عیاض، با عین و یا و ضاد هست، عیاض ابن غنم، در اونجا والی بود. حضرت عمر شنید که این برخلاف اون مرام نامه و تعهد نامه عمل می کند. باز رسانت هم فرستاد گوه منطوری اون را بیارید. آوردن دیدن بله لباسایش لباسای فاخری هستن، مرکبش هم همونطوری، نانش هم همونطوری، امتیاز در سایری. حضرت عمر این را مدینه که آورد، گفتن این از بهمین آل آوردیم اون را. خب لباس های خیلی خشمی و نمدی خشنی برش بدهید. اون لباس ها را به تنش داد. همه میگتن والی مصره، اون استاندار مصره. چند تا گوسپند هم گرفت جلوش، بود ببر اینا را به جنگل بشران غروب بیار. چند تا گوسپند اون داد، گفت ببری اینا را به جنگل بچرانید و غروب بیاری. مردم هم می دیدن که والی مصر بود اینجا چی و عمر من را بکشید بیتر از این است. گفت چرا؟ گفت من والی بودم، الان چوپانی دار چهار تا بز شده. گفت اسم پدر شما غنمه، گوسپنده، از نام پدرت عار می کنی، از چراندن پدرت، عیاض ابن غنم هستی تو. گفت نه دیگه بسه، و این درس باشد برای شما و برای دیگران، درس باشد برای شما و برای دیگران. و صورت اموال اونا را می گرفت که چقدر مال دارد، اطرافیانش چقدر دارند، حقوقش هم تعیین بود. اگر چیز اضافه می شد به اون مال بیت المال ببرید بیت المال. یه صحابی می گفت به من، یا شخصی می گفت به من هدیه دادن، گفت نه، همون طوری پیغمبر می فرمان به خانه مادرت بنشین، اونا که شما را می شناسن همونجا برای شما هدایا می آرن. از موقعیت سو استفاده کرده ای، مار رفته و اژدهار برمی گردی. این بود از عدالت حضرت عمر. و ما ببینیم سبحان الله مملکتی با اون گستردگی که امروز اگر یک حاکم با اواپیما هم بگردد
نمیتواند اون را طی بکند و برسد. با همون امکانات ساده حضرت عمر ادارهش میکرد، از مراکش گرفته تا نزدیک به کابل و سمرقند و بخارا، و از ارمنستان گرفته تا یمن و مصر و غیره. ببینیم یک اونطوری نقشه جغرافیای زمان خلافت حضرت عمر را نگاه بکنیم، اما چی اندازه در هیچ جای ظلم نشده. به من نشان بدهید که حضرت عمر برای خلافت خودش، نه حقوق اشخاص که یکی کسی را کشته و اعدام شده، برای خلافت خودش چند نفر را اعدام کرده؟ آیا خبر دارید؟ آمار میارید؟ چند نفر را اعدام کرده؟ چند نفر را از بین برده؟ حضرت عمر در مسجد جامع مدینه منوره، مسجد جامع گفتن، در مسجد نبوی سخنرانی میکند، میگه ای مردم، اگر من عیب داشته باشم از من کجی میبینید؟ چه رفتاری با من میکنید؟ از انتهای جماعت یکی بلند میشود، سارایی شمشیر خود را بیرون میکشد، میگه با این شمشیر کج شما را راست میکنید. تکبیر الحمدلله که در امت رسول الله چنین افرادی هستند که اگر من کجروی بکنم با شمشیر کج من را راست می کند. راوی می گوید رحمک الله یا عمر، ای عمر خدا شما را بیامرزد. این یک فرد از رعیت شماست، می توانستید بگیرید؟ شمشیر می کشد به روی من، می گیرید دست پایش را ببندید، کتککاریش بکنید، ببرید بازداشتش بکنید، در سلول بیندازید؟ تو الحمدلله می گویی، تو الحمدلله می گویی. انتقاد پذیر بود و می گفت بهترین دوست من کسی هست که عیب و اشکال من را به من بگوید، اون بهترین دوست من. و آخر الامر حضرت عمر همیشه دعا می کرد خدایا شهادت نصیبم کن در شهر مدینه. خداوند دعاش را پذیرفت، در شهر مدینه، در مسجد نبوی، در محراب رسول الله، سر نماز صبح، سر نماز ابو لؤلؤ مجوسی خبیث اون را با خنجر زد، چند نفر دیگر هم شهید کرد. حضرت عمر به شهادت رسید. مردم گمان نمی کردن که حضرت عمر به شهادت برسد. عمر رسول الله 63 سال بود از دنیا رفت، عمر ابو بکر صدیق 63 سال بود از دنیا رفت، عمر حضرت عمر 63 سال بود از دنیا رفت، عمر حضرت علی کرم الله وجهه الشریف 63 سال بود از دنیا رفت، فقط حضرت عثمان عمر بیشتری کرد که اونم به شهادت رسید. و دکتر محمد علی محمد صلابی، واقعا اونطوری من اون رو گفتم، کتاب بسیار زیبایی، فصل الخطاب فی سیرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه، همه این وقایعی که من گفتم اینا را نوشته. وقتی که به شهادت حضرت عمر میرسد میگد که توسط این مجوسی وقتی که به شهادت رسید، وقتی که بردن به خانه، گم من که زد ابو لؤلؤ مجوسی شما را زدن. خب الحمدلله. چرا الحمدلله گفته؟ برای اینکه روز قیامت کسی با من روبرو نمی شود که
که اون کلمه طیبه در وجودش بوده و منو کشته. من با اون دیگه چطوری روبرو میشدم یا اون با من روبرو میشد؟ خدا را سپاس که شهادت من به دست کسی شده که اون قائل به توحید خدا، قائل به کلمه طیبه نیست، قائل به این نیست. و خیلی جالب هست که امروز مسلمانان به جان هم دیگر افتادن، کلمه گویان رسول الله را میگوشن، مسلمانان را میگوشن. اون صفاتی که خداوند در قرآن برای یهودی ها میگوند امروز مسلمانان به خود گرفتن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، بعضهم بینهم شدید. افسوس است که نزدیک به 80 سال قدس شریف اشغال هست و هیچ حاکمی آمدند و رفتند و مردند و خواهند مرد، حال قدس شریف آزاد نکردند. اما قدس شریف را 3 نفر اونجا رفتند که نماز خواندند. در مسلمان شهن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. چرا علامه اقبال این 3 نفر را ذکر می‌کند؟ این 3 نفر بودند که فاتحان اونجا رفتند و نماز خواندند. افسوس برای مسلمان که فلسطین اشغال این یک دیگر را می‌کند. روز به روز گستره حکومت صهیونیستی بیشتر می شود و دیگران با اون می خواهن که خود را عزت بدن. این عزت نیست، ذلت. مسلمانان در دنیا خار و زار هستند. در ضمن امین واقعه که علامه شبلی اینجا افسوس می خورد که مسلمانان امروز در گوشه و کنار دنیا کشته می شوند، محشیش می گوید اون زمانی که علامه شبلی این را گفته که از کشور فلسطین صحبت کرده، اون زمان ظلم خیلی کمی بود. امروز ما میبینیم که در اقصای دنیا، در کنار و گوشه این دنیا چه ظلمهای رخ میده. از چین گرفته تا چچن، از میانمار گرفته تا جاهای دیگه، میبینیم که چه انداز مسلمانان در همه جا لطو پار می شوند و مرد نیست که به داد اینا برسد. برای یک خانومی توهین می شود. معتصم بالله عباسی حاکم و معتصما گفته می شود، اون باعث می شود داد یک زن، فریاد یک زن که اون ایالت سند فتح بشود. من امروز کجا هستم؟ علامه دکتر صلابی می گویند که عجیب مسئله را میگه، من در ایران آمدم، دیدم کاشان رفتم، دیدم اونجا زیارتگاه شجاع الدین ابو لؤلؤ و بر خلفای ثلاثه اونجا لعنت نوشته. این خبیث در مدینه من روزی که حضرت عمر را به شهادت رساند خودشم خودکشی کرد. این خبرش در کاشان چیکار میکنه؟ علامه دکتر صلابی تعجب می کند، میگه چه اندازه انسان ها منحرف هم، اینجا قبرش چی کار می کند؟ این مثل که بالی کفتر آوردن در کاشان که اینجا برایش قبر بسازند. نمون جهالت مطلق که اینجا زیارت نامان برایش درست می شود و قبر هم برایش درست می شود و افراد میان در قبر، اون قبر فرضیه که ساخته شده در اطرافش مثل طواف هم میکنه. مصیبت اینجا هست که افراد منحرفی میان یک کاری میکنن، دیگران از اونا پیروی میکنن. و این آخرین مسئله بود. البته فضائل حضرت عمر، عدالت حضرت عمر، حکومت حضرت عمر اگر سالهای سال ما بیان میکنیم کم هست. چون اول محرم شب شهادت حضرت فاروق اعظم هست
اگرچه ما اعتقاد مثالگرد و این چیزا نداریم، ما فضائل این بزرگواران را باید در همون زمان بیان بکنیم. و مسئله دیگری که در اینجا میخوام به عرض شما برسانم، یک مسئله ای که در فضای مجازی دست میگشت و همه علما از این موضوع ناراحت بودن، شهادت و ارتحال مولوی موسی رحیمی امام جمعه روستای مهمانی سیریک بود. حالا همه خواستن که این قضیه شفاف سازی بشود، همه علما، علمای اهل سنت چه کرد چه بلوچ، اونایی که عرق مذهبی دارن خواستن که این مسئله شفاف سازی بشه. علت مرگ این عالم چی بوده؟ این فارغ التحصیل عین العلوم گشته و همه میدانن که هر کسانی که در عین العلوم گشت تحصیل میکنن بسیار علمای معتدلی هستن، هیچ وقت دنبال مسائل اختلافی و غیره نیستن. میخوام ما ایرانی هستیم، در ایران زندگی میکنیم، شیعه و سنی با هم باید تفاهم داشته باشیم، با هم زندگی میکنیم و صدها سال با هم زندگی کردیم. اول علت مرگ این شفاف سازی بشود، علت مرگش چی بوده؟ چرا به دست نیروهای امنیتی جنازهش بوده و بیرون آمده؟ علت مرگ باید شفاف سازی بشود و کسانی که در اینجا خطای داشتند باید مانند حضرت عمر، اگر اینجا اشتباه میگویم نه ما عمری نیستیم، مانند حضرت علی اونا رو محاکمه بکنیم. تکبیر الله الله الله. یک یهودی اون را حضرت علی را به دادگاه میبرد، بنا حق میچسبد حضرت علی به هم بداد. این افرادی که امروز حاکم هستند بالاتر از حضرت علی نیستن، باید جوابگو باشن، جوابگوی مردم، جوابگوی علما، جوابگوی وجدان، جوابگوی بین المللی باید باشن. تکبیر الله الله الله. چرا؟ اگر مسئله دورکان نماز عید بوده که یک روز جلوتر خوانده، پس همه علما را باید اعدام کنیم. ما یک روز جلوتر خوانده ایم، مولانا عبدالحمید هم جلوتر خوانده. اگر قرار شود که یک مجرمی را بگیرن باید همه را بگیرن، همه را باید محاکمه بکنن، در اکثر اعدام بکنن. مسئله فقهی هست، اختلاف مطالع یک مسئله فقهی هست. ولی یک افق ما دیده می شود، در جای دیگه نمی شود. برای همون افق ما که بیاییم اون حدیث اکتوم لرویتی و افتر لرویتی، برای همون افق اعتبارش می کنیم. اگر مطابق که اختلاف مطالع اعتبار ندارد، در شرق ما را ببینن، در غرب، در غرب ببینن، برای شرق که ما میگم هر کسی برای اون افق خودش، وقتی ما دیده شده دیگه کسی روزه نمی گیره. مثل روز اگر مسئله یک مسئله فقهی بوده که بسیار خطای بزرگیه، مسائل فقهی باید به علما واگذار بشون، هر کسی از برای خود کاری دارد. من در امور پزشکی نمیتوانم دخالت بکنم، چون نه علمم هست نه در حیطه قدرت من هست. ولی مسئله فقهی من صاحب نظر هست، مسئله تفسیری حدیث فقه صاحب نظرم، اما در مسائل پزشکی من نظرم. وزارت دفاع وظیفهش مرزبانی هست، تقویت نیروها و اون ادوات جنگی هست، به امور مذهبی نباید کار داشته باشه. تکبیر الله الله الله. دخالت در امور مذهبی فضولی هست. که نباید اینطوری اعمال انجام بگیرن، باید جوابگو باشن. ما این مصیبت را به ملت ایران، به مسلمانان جهان، به علمای کرام،
به خانواده اون عزیز تسلیت میگوییم و علو درجات را برایش خواستار هستیم. و اگر در ایران کسی جوابگو نشود، بیان وجدانای آگاه در سازمان ملل و دادگاه لایه این را دنبال بکنند. تکبیر الله ده ها قاشقچی هست. قاشقچی و همچنین یک سیاه‌پوستی که پلیس امریکا اون را کشت، همه جا سر و صدا بود. این عالم مگر به اندازه قاشقچی نیست؟ به ملاحظه اون سیاه‌پوست امریکایی نیست؟ همه بشرن، ما برای همه عزت قائل هستیم. اما این عالم هم حقی دارد، اهل سنت ایران حقی دارند، خانواده اون حقی دارند، باید حق به حقدار برسد. تکبیر الله. و بیشتر وقت شما را نمیگیرم. من اینجا دو تا چیز خواستم. یکی میگه فراخان کمک به سیل‌زدگان حاشیه شهر زاهدان، همون نصرت آباد و غیره شدن، اینجا انشاءالله کمک جمع بکنید. و دوم یک بیمار سرطانی است و یکی از جنوب آمده برای کمک، خرج و داخلش خرج زیاد و داخلش ضعیف، انشاءالله بینام کمک بکنید. جزاکم الله خیر و آخر دوام. الحمدلله.